قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV تی خانم ها آقایان سلامی گرم درود بی پایان بر تک شما ایزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا ایزانی که این برنامه رو از ایران میبینند سوال امروز ما در مورد خانم مریم میپرسن میگن که من پرونده ویزای خانوادگی از ده سال پیش برای من درخواست شده از طریق برادرم که سیزدن آمریکا هستن و چند سال پیش هم آمریکا زندگی میکرد اما حالا با خانوادهش در شیلی زندگی میکنه اگر برادر من قصد برگشت با آمریکا برای زندگی رو نداشته باشد این درخواست برای گرین کارت من باطل می شود حقیقت رو بهتون بگم خانم مریم کسانی که گرین کارتشون رو میخوان بگیرن از طریق خانواده اشخاصی هستند که آن سیتیزن در این مثال برادر شما میگوید که من خواهرم میخوام بیادش اینجا که من ببینمش پلو من باشه با من باشه ولی خود برادرتون وقتی در شیلی هستند چگونه میخوان همچین درخواستی رو بکنن؟ بدین جهت اگر برادر شما در زمانی که زمان در زمانی که وقتش رسید که شما به کنسولگری آمریکا تشریف برید برای گرفتن آن اقامتتون در آمریکا نباشن برادرتون و در اینجا حضور نداشته باشن آمریکا اقامتگاه ایشون نباشه پرونده شما رو رد میکنند برادر شوهر من که در تگزاس زندگی میکنه میتونه ادامه درخواست گرین کارت مرا به جای برادر شوهرم انجام بدهد خیر میتونم پرونده جدید شروع کنن ولی اون پرونده اصلی که متقاضی اصلی بوده رد میشه چند سالی است که وقتی با فایل نامبرم وارد سایت مهاجرت آمریکا میشم پیغام میدهد که تغییر آدرس را به اداره اطلاع بدهید اما وقتی برادرم میگویم اون میگوید این تغییر آدرس را اطلاع داده ولی این صفحه عوض نشده من والا نمیتونم بهتون نظری بدم در مورد این مسئله باید که با برادرتون صحبت کنید یا اینکه وکیل بگیرید که اون وکیل پیگیر کارتون بشه آقای ارشیا میگه که من عمم دارای من عمه‌ای دارم که 35 سال آمریکاست قبل از انقلاب با یکی از کنسولهای آمریکا ازدواج کرد و رفت حالا تو هم تو دانشگاه کار میکنه خیلی لجن میگیره که پدرم تا حالا هیچ اقدامی نکرده برای گرین کارت علتش هم این بوده که در هر سال میره آمریکا و میترسه اگه اقدام کنه برای گرین کارت دیگه بهش ویزا ندن میدونم که اگه من بخوام صبر کنم پدرم اقدام کنه برای گرین کارت و من صبر کنم سیریزم بشم بشه بعد من اقدام کنم خیلی طول میکشه ولی خب اشکال نداره سوالم اینه پدر من سه ماه دیگه داره میره آمریکا چی کار باید بکنه برای اقدام گرین کارت پدر کاری نباید بکنه امه شما باید اقدام بکنه فرمی هست به نام فرم آی 130 امه شما میفرسته به کنسولگری آمریکا و در حدود سوال خانم مریم ما های اتصال قبلی در حدود خانم مریم و در حدود ده سال دوازده سال بعضی وقت‌ها طول میکشه که آن گرین کارت حاضر بشه یاد نره زود انجام نمیشه برادر سیتیزن یا در مثال شما خواهر سیتیزن بخواد برای برادرش اقدام بکنه دوازده سال طول میکشه که آن برادر بتونه که گرین کارت بگیره ما الان تا بچه ایم دو تا بالای 18 و یکی 14 سال همه ما هم یک بار آمریکا رفتیم من هم وقتی مجرد بودم رفتم آمریکا آم، مجرد بودم رفتم آمریکا پس الان شما متحلی یعنی 6 ماه پیش تنها رفتم خیلی عجیب بود که ویزای من دادم هایی میگفتم به بمون دیگه, دیگه نیا ولی چون من ایران خوب پول در میارم برام سخت بود این کار این کارو بکنم یعنی اینکه شما ویزا گرفتی منظورت اینکه ویزا گرفتی اومدی آمریکا و بعد اینجا بده گفتن که دیگه بر نگرد ولی خب کار درستی کردی که برگشتی برای اینکه به این سادگی نیستش که ویزای توریستی رو شما تبدیل به گرین کارت کنید به این جهت من جواب سال شما رو بدم عمه شما برای پدرتون اقدام کنه دوازده سال طول میکشه شما هم زیر پرونده پدرتون نخواهید بود بعد از دوازده سال پدر شما گرین کارت میگیره پنج سال بعد باید وایس سیتیزن بشه میشه دوازده بلای پنج هفده سال سیتیزن بشه بگیم همه هم خوب پیش بره واجه شرایط هم پدر باشن همین حرفای خوب بعد از اون برای فرزند متعهل بخواد اقدام بکنه بهش میگن کاتگوری اف سه خود اون هم ده سال دیگه طول میکشه یعنی بیست سال طول میکشه به نظر من راه زیاد درستی نیستش که شما بخواید روش حساب بکنی برای گرفتن گرین کارت ایالات متحده فرشاد میگن که دو تا سوال داشتن برادر خانم من سیتیزن هستش و قصد گرفتن گرین کارت برای خانومم رو داره اما خانم من خواهر ناتنی برادرشان هست و تنها مادرشان مشترک است آیا میتونیم از طریق ایشان اقدام کنیم و اگر امکانش هست هزینه شما و امور قانونی چقدر خواهد بودش ما باید اطلاعات داشته باشیم در مورد کی اینا ب... مادرشون یکی هستش شناسنامه ها رو ما باید ببینیم که چگونه گونه کی بوده تاریخ تولدها چه هستش و اگر که شما لطف کنید که کپی شناسنامه ها رو برای ما اسکن کنید و بفرستید ما نگاش میکنیم به تو نظرمون رو میدیم دختر اموی من سیتیزن هست و حدوداً سی سال سن داره یک بار هم در آمریکا به یک ایرانی ازدواج کرده و چندین سال قبل طلاق گرفت پسر این جانب پانزده ساله هستند آیا امکان فراهم آوردن ازدواج فیمان بین این دو نفر برای گرفتن گرین کارت پسرم وجود دارد من سوال نفهمیدم دختر عموی شما سیتیزنه سی سالشه یک بار هم ازدواج کرد با یک ایرانی حالا طلاق گرفته پسر این جانه 15 سالشه آیا امکان, امکان فراهم آوردن ازدواج فیما بین این دو نفر یعنی پسر با دخترمو امو خیر یعنی 15 ساله و سی ساله بخوام هم ازدواج کنن به نظر من اصلا فراموشش کنید یک اولا ازدواج سوریه سوری هیچ کاری انجام ندید و دوم اصلا از نظر قوانین آمریکا پسر 15 ساله چه چه ازدواجی میخوان بکنن چه کنسول به نظر من نظر خوبی نیستش این کاری که شما میخواین انجام بدین اصلا یک چون که سوری خواهد بودش من مطمئن هستم که پسر 15 ساله نمیخواد با کسی که سی سال 60 زندگی کنه بدین جهت بذارید که اصلا اینو فراموشش کنید و من اصلا جواب سوال شما رو ندم چون من به اشخاصی که بخوان کار سوری انجام بدن من هیچ کمکی انجام هیچ کمکی نمیدم خانم سودابه میگن که در رابطه با دخترم سوال دارم برادرم در سال 2003 برای ما تقاضای گرین کارت کرده سال 2009 برای ما نامه دوم آمد و حالا, ای... و حالا ایمیل آمده که مدارک ارسال کنیم نام دختر من که تازه وارد 22 سال شده در پرونده نیست <Memorial> آیا شما میتونید او را وارد پرونده کنید؟ شما باید مدارکی رو که بفرستید مبنی بر این باشد که <تصحاب> نشون بده که سن دخترتون چنده زمانی که اقدام کردین چند بوده زمانی که پرونده فرم آی از اداره مهاجرت اومده بیرون سن شما سن دخترتون چند سال بوده اون زمانی که پرونده در اداره مهاجرت بوده از سن بچه‌تون بج کم می‌کنید خیلی کار ساده ای زیاد کار سخت نیستش پس زمانی که پرونده ارائه داده شده 2003 زمانی که بهش میگن اپرووال والتر یک فرمی میفرستن بهش میگن فرم قبولی در آن زمان که فرم اومده کی بوده نگاه میکنید زمان رو و, و اون زمانی رو که چهار سال پنج سال گذشته باشه از سن بچهتون کم میشه جمع و تفریق رو فکر کنم تو میتونید انجام بدین اگه نمیتونین که برای ما بفرستید آقای آرش میگن که من دانشجوی دکترای شهرسازی هستم هیئت علمی و کارشناس رسمی دادگستری دارای چهار مقاله و یک کتاب چاپ شده میخواستم اینم شما شرایط من چگونه هستش متعهل دارای یک فرزند هشت ساله و سن خودم چلو سال همچنین از طریق خانواده همسرم که سیتیزن آمریکا هستند در ژانویه 2014 درخواست ثبت شده و تاییدیه دریافت شده از اداره مهاجرت بذارید من یکم وایسم یک یکتون از طریق علم و دانشتون اگر که فکر میکنی که بخوایین گرین کارت بگیرید خواهش میکنم رزمه کاملتون رو به ایمیل ای 1 یک ای یک یک شماره یک. at بفرستید و ما بهتون قسمت گروه ایبی بی یکمون و ایبی بی دومون جواب میدم از طریق خانواده همسرتون خانواده همسر که سیتیزن هستن شما نفرمودید که آیا برادرشون هستش پدرشون مادرشون کی اقدام کرده در هر صورت در ژانویه 2014 که برای شما اقدام کردن اگر که از طریق برادرشون یا خواهرشون باشه در حدود ده سال دیگه طول میکشه که گرین کارتشون رو بگیرن اگر, اگر که از طریق پدر یا مادر سیتیزن باشه نه سال دیگه طول میکشه که گرین کارتشون حاضر بشه بدین جهت اون از نظر زمانبندی هستش شانس زودتر اومدن در حال اول چیست؟ در حال دوم در حال نرمال چقدر طول میکشه که خدمتون گفتم من؟ در حال اول که اگر که از طریق تحصیلاتتون و رشته کاری خودتون بخواید اقدام کنید میشه پرونده های ای بی یک و ای بی دو رو در عرض یک سال تا دو سال به نتیجه رسون ولی اگر که واجد شرایط باشید اگه جدا واجد شرایط باشید رزمتون رو بفرستین بذارید که دوستان در اون قسمت دوستان در اون قسمت دفتر بتونن که مرور کنن و به شما اطلاعات رو بدن خانم میترا میگن که که سلام در فیسبوک هم برای شما مسج دادم دوستان من فیسبوک هم رو قسمت گروهی از دفتر انجام میدن که زحمت میکشن گروه تی ما هستن انجام میدن من فیسبوک هم رو نمیبینم سوالاتشون رو روی حساب خواهش میکنم روی فیسبوک برای من پیغام نگذارید همینطور ایمیل بفرستید بهتر میتونم که جوابگوی شما عزیزان باشم من از ایران تماس میگیرم پدرم سیتیزن هستش و در تاریخ نوامبر 2008 برای من اقدام کرده من سه فرزند دارم دو دختر 20 15 و یک پسر 17 ساله حدود دو سال پیش از همسرم جدا شدم و حدود سه ماه پیش مدارک که طلاقم را به ترجمه رسمی برای امیگریشن فرستادم پس دوست ما خانم میترا زمانی که پدرشون براشون اقدام کرده متعهل بوده کاتگوری F3 بوده حالا حالا طلاق گرفته میشه کاتگوری F1 پس پروندهشون جلو میفته اشخاصی که در سال 2008 اقدام کردن الان میتونن که از طریق کاتگوری F1 گرین کارتشون رو بگیرن جدای من چقدر در سریع تر شدن پرونده موثر است خیلی نهایتا چقدر تا نتیجه فاصله دارم الان حوال و شرایط هستید میتونید که گرین کارتون رو بگیرید بچه های من در چه وضعیتی قرار می گیرند؟ به هیچ عنوان در مورد بچه 20 سالتون الان نمیتونم من نظر بدم چون که سر مرز هستن باید که مدارک رو دید ولی بچه 15 ساله و 17 ساله مشکل نباید باشه آیا نیاز به گرفتن وکیل در این مرحله هستش اگر میتونید که چه کارهایی رو انجام بدید خودتون میتونید انجام بدید پدر من از آتلانتا اقدام کرد آیا من برای ورود حتما باید به با آتلانتا وارد شوم خیر این سوال آخرتون بودش. پرونده دوستان این رو بدونید. شما کسانی که پرونده‌یشون ازدواج کردن، پدر مادر سیتیزن اقدام کرده، در کاتگوری اف 3 هستن، اگر که طلاق بگیرن یا همسرشون فوت بکنه میشه کاتگوری F1. این بدونید. آقای مرتضا میگن پدر نامزد من قبل از انقلاب ایران به مدت هشت سال برای تحصیل و بعد از اون کار در آمریکا اقامت داشت و به گفته خودش اقامت دائم البته از انقلاب ایران که برگشته به کشور دیگه به آمریکا سفر نکرده سوال من این هست که نامزده من که الان 22 سالشه با این شرایط میتونه بره اقدام کنه اقامت اقدام کنه یا خیر الان از انقلاب ایران ما حساب کنیم سال 57 بیش از 38 سال میگذره و شما باید بدونید که ما حتی فرض کنیم که پدر نامزد شما هم در آن موقع گرین کارت یا اقامت آمریکا رو داشتند آم، کسانی که بیش از شش ماه یا در اون موقع یک سال از, خا... از, خاک آمریکا خارج می شدن گیرین کارتشون لغو می شد به این جهت حتی اگرم که ما فرض کنیم که پدر نامزد شما گیرین کارت داشتن آن گرین کارت و اقامت الان لغو شده خانم نادیا میگن که یه سوالی که داشتم آیا بچه ای که مادرش گرین کارت داره اگر در آمریکا متولد شود از طریق فرزند میتوان برای آمدن پدر که پاسپورت ندارد اقدام کند خیر فرزندی که در ایالات متحده به دنیا بیاید تا سن 21 سالگیش نمیتواند برای پدر یا مادرش اقدام بکنه سوال شما اینجوری میشه خوند آیا فرزندی که در ایالات متحده به دنیا بیاید و پدرش خارجی هستش آیا آن فرزند تابع آمریکا می شود؟ بله اون حساب هر ها را بهتون جواب دادم آقای رامین میگن که آقای کاملی ما تنها سوالی که داریم این هستش که ما تنها یک فرزند پسر 24 سال مجرد دادیم که حدود دو ماه پیش از طریق لوتوری وارد آمریکا شد و گرین کارتش رو دریافت کرد و همکنون کلاس زبان می رود خدا حفظش کنه انشالله بیتابی خانمم شروع شده و منم مایلم مدتی بعد به دیدار او بروم سوال یک اصولا چه مدتی بعد ما میتونیم توانیم تقاضای ویزای توریستی از سفارت آمریکا جهت دیدار ایشون نماییم هیچ محدودیت زمانی نداره شما فردا میتونید که اقدام کنید. قانونا چه مدتی بعد ما میتونیم تقاضای ویزای مهاجرت به خاطر تنها فرزند پسر مجرد ما نماییم شما ویزای مهاجرت ببینید اینجا مثل ایران نیستش که مثلا بگین تک فرزند طرف معاف میشه تک فرزند مسائل ازش. اینجا نیستش اینجا باید کسی که گرین کارت داره سیتیزن بشود بعد برای پدر یا مادرش بتونه که اقدام بکنه شما پنج سال باید بگذره از زمانی که فرزند شما وارد آمریکا شدن بتونه که برای سیتیزنشیپی اقدام بکنه لازم به ذکر است که من 62 ساله فوق لیسانس روان درمانی و مشاوره و خانم 66 ساله دیپلم و بازنشسته و ساکن تهران هستیم اگر اطلاعات بیشتری لازم است اعلام کنم که فکر کنم که جواب سالتون از این طریق دادم متشکرم که برای دفتر ایمیل زدید سال بعدیمون رو اسمشون رو افسون خانم افسون میگن که از سال 2012 گرین کارت دارن کلن هفت ماه حضور فیزیکی داشتم ولی هر شش ماه به آمریکا رفتم و دو سال آخر رو پاسپورت سفید گرفتم. چند سوال دارم. من شش ماه دیگه الان 2012 به علاوه 5 میشه 2017 شش ماه دیگه میتونم یه گرین کارت بگیرم. و 2017 میتونم گرین کارت بگیرم. من با گرین کارت میتونم برای پدر مادر و برادرم اقدام کنم؟ ما شش ماه دیگه 5 سال هم تموم میشه. بذارید برگردم عقب، سال خانم افسون دوباره بگم. 2012 دو خانم افسون گرین کارت گرفته. توی این 5 سال، الان که برنامه داره درست میشه، آخر 2016 هستش، دیگه 2017 داره میشه. توی این 5 سال 6 ماه ایشون آمریکا بوده. توی این 6 ماه ولی هر 6 ماه یک بار رفته و با اومده، کلا 6 ماه در خاک آمریکا حضور داشته. آیا میتونه کسی که گرین کارتیه برای پدر و مادرش اقدام کنه خیر بذارید من کمی بتونیم را نشون بدم که همه یاد بگیریم کسانی که گیرین کارتی هستند میتونن مستقیم برای همسرشون یا یک درجه میریم پایین برای فرزند مجردشون اقدام بکنند همین کسانی که سیتیزن هستن میتونن مستقیم برای فرزندشون پایین برای فرزندان مجرد و متعهلشون بالا برای پدر و مادرشون دست راست و چپ برای برادر و خواهرشون اقدام بکنن پس خانم افسون شما به عنوان گیرین کارتی نمیتوانید برای به عنوان کسی که اقامت آمریکا رو داره نمیتوانید برای مادر پدر یا برادر و خواهرتون اقدام کنید سوال دوم زمان هفت ماه من دیگر برای سریز شیبی به حساب نمی آید اون هفت ماهی که در آمریکا بودم به حساب نمی آید. به نظر من شما نمیتونید سریز شیبی اقدام کنید چون در عرض 5 سال بعد دو سال و نیم در آمریکا باشید من میتونم بعد بدون اینکه سی ماه پر کنم دو سال و نیم امتحان سریز شرکت کنم خیر قانون آمریکا میگوید که شما بعد در 5 سال باید سی ماه در ایالات متحده حضور داشته باشید خواهش میکنم دوستان خواهش میکنم روی پرونده سیتیزنشیبیتون دروغ نگید نگید من فلان موقع رفتم ایران 15 ماه تو آمریکا بودم این موقع اومدم تمام ورود به آمریکا و خروج به آمریکاتون و دولت آمریکا داره دروغ نگید و زمانی که شما میریم به اینترویو زمانی که میرین که اونجا میشین جلوی افسر مهاجرت قسم دارید میخورید که اطلاعاتی که شما دادید و امضا کردین درست و حقیقی هستش اگر دروغتون رو در بیارن برای پنج سال حق اقدام مجدد برای سیتیزنشیپی رو ندارید دقت کنید دروغ نگیرید سی ماه رو پر کنید درست انجام بدید البته میدونم کسایی هستن در جاهای مختلف که میگن آقا نگران نباش کسی نمیفهمه اقدام بکن نه دقت کنید اون کسی که این حرفا رو به شما میزنه در کنار شما نشسته زمانی که دارید که شما قسم خوردین و داره جوابتون به افسر مهاجرت این جواب میدین دروغ نگید حقیقت رو بگید اگه واجه شرط نیستین وایسید قوانین رو میتونید قوانین رو اجرا کنید دورش نزنید سیستم عوض شده سیستم باهوش شده همه اطلاعات هستش تو سیستم دقت کنید از اینکه وقتتون توی من دارید متشکرم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم برای شما ایزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در TM